مجله رادیویی برنامه ادبی هنری و فرهنگی از اداره هنر و ادبیات به نگارنده ماه میر گزارنده نور واقع سپیر گشاینده قفل هاوی سخن سراینده نام کهن با یاد و نام خالق و آفریدگار یگانه و با پیشکش نمودن توفه نبوی صلی الله علیه و سلم السلام علیکم و رحمت الله و حضور شما هدب دوستان در برنامه کنونی مجله رادیویی را خیر مقدم میگویم امیدواریم ایمان در این برنامه فراهم نموده ایم مورد پسندتان واقع گردد در برنامه امروز افزون بر اخبار فرهنگی این مطالب و موضوعات زیبای ادبی و هنری را خواهید شنید نگاهی به بحر طویل و ویژگی های آن در رنگ بر مجموعه شیری معجون رنگ اصطلاح نان و نمک در فرهنگ افغان ها و یک داستان کوتاه نخست از همه توجه شما شنونده های عزیز را به تازه ترین اخبار فرهنگی کشور معطوف می داریم که توسط همکارم عبدالله فروتن به خانش گرفته می شود موزیم ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ هفته گذشته نمایشگاه از هنر و تمدن اسلامی را در سالون اجتماعات این موزیم افتتاح کرد سبغت الله رئیس موزیب ملی تای سخنان در این مراسم گفت که موزیب ملی در وضعیت خوبی قرار دارد و افغانستان کشوری است که دارای تاریخ کهن و تمدن غنی می باشد. بعدا مولوی عتیق عزیزی معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ در سخنانش یادآور گردید که مراقبت از تمام بخش های موزیم ملی وظیفه ماست زیرا در اینجا آثار تاریخی و باستانی وجود دارد که بخشی از فرهنگ سرزمین ما بوده و نشان دهنده روابط قوی افغانستان با جهان است معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت در این شک نیست که کس دعوای متمدن بودن نماید و هنر نداشته باشد و آثار به عنوان ثبوت به ارث نبرده باشد افغانستان هم یکی از کشورهایی است که آثار تاریخی فراوان و شواهد بر تاریخ و تمدن گذشته خود دارد ناگفته نباید گذاشت که در نمایشگاه هنر و تمدن اسلامی آثار تاریخی مختلف دوره غزنوی به نمایش گذاشته شده است مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت خوست به ساحه تاریخی و فرهنگی جاور ولسوالی گربو سفر کرده و از مغاره های دست ساخته در مبارزه علیه اشغال شوروی و آمریکا دیدار نمودند. در جریان این سفر فرهنگی که مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ و ادارات مختلف باشندگان ولایت خوست و شماری از بزرگان اشتراک ورزیده بودند شاعران و فرهنگیان با تدویر محفل مشاعره اشعار حماسی و جهادیشان را نیز به خانش گرفتند سبحان الله اعظم عامر اطلاعات ولایت خوست طی سخنان یادآور گردید که رهبران ما و به ویژه شخصیت بزرگ جهادی مولوی جلال الدین حقانی و همرزمانش با دو نیروی اشغالگر آمریکا و اتحاد شوروی جهاد و مبارزه نمودند که در نتیجه امریکا و اتحاد شوروی شکست خورده و کشور ما از اشغال آزاد گردید. آمر اطلاعات و فرهنگ خوست هدف از سفر به این ساحه تاریخی را آگاهی آمه در مورد ارزش جهادی و تاریخی مغاره ها و کارنامه های مجاهدین آن ولایت عنوان کرد. آمر اطلاعات و فرهنگ ولایت خوست از تلاش آن اداره در راستای باسازی و مرمت ساحات و آبادات تاریخی مذکور سخن گفته و متذکر گردید که این میراسهای ارزشمند باید به نسل آینده انتقال یابد قاری محمد یونس راشد معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ روز شنبه هفته گذشته در مرکز آموزشی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب که با حمایت دفتر اکتیت فعالیت می کند بازدید به عمل آورد این بازدید به هدف بررسی چالش ها و فرصت های پیش روی مرکز آموزشی و همچنین برنامه ریزی برای بهبود کیفیت خدمات به جوانان صورت گرفت. در آغاز بازدید مسئولان مرکز آموزشی گزارش از روند آموزش و برنامه های مهارت آموزی جوانان را ارائه کردند. مؤین امور جوانان ضمن ابراز خرسندی از روند فعالیت ها بر اهمیت توجه به آموزش های تخصصی و حرفه‌ای برای تقویت مهارت های جوانان و آمادگی آنها برای ورود به بازار کار تاکید نمود. آقای راشد بر لزوم ایجاد فرصت های بیشتر برای جوانان در زمینه های مختلف آموزشی و فرهنگی تاکید نموده و از تلاش های مسئولان این مرکز برای ارتقای سطح آموزش های جوانان قدردانی کرد. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت قندهار از قاچاق دو قلم آثار تاریخی در آن ولایت خبر داده و میگویند که اخیرا از انتقال یک میل تاریخی و یک دیگ سنگی به خارج از کشور جلوگیری صورت گرفته است. به گفته عبدالشکور سپان آمر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت قندهار این آثار تاریخی در جریان قاچاق و کشورهای خارجی در میدان هوایی احمد شا بابا کشف کردید و ایلاوه کرد که قدامت تاریخی دیگه سنگی به دوره غزنوی و تیموری و قدامت تاریخی توفنگچه به صده 19 هم بر که بعد از ثبت و سجل در موزیم ولایت قندهار به نمایش گذاشته خواهد شد قابل یادآوری است که ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت قندهار تلاش می کند که از قاچاق فروش و خرید آثار تاریخی منقول و غیر منقول جلوگیری نماید در نخستین دقایق برنامه همکارم عبدالقادر آرزو نگاه مختصری دارد با بحر طویل و ویژگی های آن که شما دلبستگان ادب را به شنیدن آن فرا خواهیم بحر طویل نو شعر یا نصر موزون در ادبیات دری است قالب بحر طویل بیشتر برای بیان سخنان تنز یا حزل کارپورت داشته است اما برخ شعرهای جدیتر مانند مرسیه ها و مناظره ها نیز با قالب بحر طویل نوشته شدهاند بحر طویل قالب شیری است که در آن برخلاف سایر قالب های شعری سنتی دری مصراهای مساوی و بیت وجود ندارد در عوض بحر طویل از یک یا چند قسمت به نام بند تشکیل می شود که در هر بند یکی از افایل معین عروزی به تعداد دلخواه تکرار می شود هر بند به بخش های هماهنگ گاه مسجع و گاه هم قافیه هستند تقسیم شده است معمولا پایان بندها را قافیه و ردیفی که در پایان همه بندها تکرار می شود مشخص می کند شاعر و نویسنده خوب کشور پوهنوال استاد احمد شا رفیقی در رابطه به بحر طویل و موارد کاربرد آن این گونه ابراز نظر می نماید بحر طویل نوی شیر یا نصر موزون در ادبیات فارسی است قالب بحر طویل بیشتر برای بیان سخنان تنز یا هزل کاربرد دارد اما برخی شعرهای جیدیتر مانند مرسیه و مناظره نیز با قالب بحر طویل نوشته شده است راجع و سابقه بحر طویل در ادبیات دری تا کنون تحقیق قابل ملاحظه صورت نگرفته است اما آنچی روشن است اینکه بهر طویل در صده هشتم هجری برای ایجاد توسعه در تنگنای مجال بیان اندیشه شاعران همچون ترجیبند و ترکیب بیاری قصیده شتافته و در میان مصنوی و قصیده نوع آزاد و قابل گسترش از سخن موزون و مقفا بر اشکال موهود و پذیرفته شده شعر دری افزوده است. نسل موزون و مسجع در زبان عربی و در ری سابقه دیری ندارد و مسلم است که ظهور هان در زبان پیش از ظهور شعر موزون و مقفا بوده است با توجه به این زمان دقیق آغاز نظم بحر طویل غیر میسر خواهد بود و تنها همین قدر میتوان گفت که از آخر صده هشتم اجری به بعد نمونه هایی از آن در دست میباشد استاد رفیقی ویژگی ساختار و انگیزه روی کرد شعرا به این نوع ادبی را بدین سان شرح می دهد. بحر طویل شعر را گویند که از تکرار غیر محدود پایه های عروضی ساخته شود و در حقیقت یک تفنون ادبی است که گاه شعرا در آن تب آزموده و به آن صورت مطایبات و فکاهیات را به نظم آورده اند. ناگفته نباید گذاشت که اصطلاح بحر طویل در فن عروز دو مفهوم جداگانه دارد نخست بحر طویلی که در اصطلاح عروزیان یکی از بحور قدیم مختص به شعر عربی است که فعولان و در تقطه آن چهار بار تکرار می شود و تطبیق چنین وزنی بر شعر دری خالی از حمل تکلف نخواهد بود دوم بحر طویل است که نخست در میان عوام به شکل از شعر موقوف یا موصول و یا به تعبیر دیگر به نصر موزون و مقفا گفته می شد و بعدها مورد قبول شعرشناسان اصل تیموری و صفوی هم قرار گرفت سرودن بحر طویل از دوره صفویه به بعد مرسوم شده است قدیمیترین نمونه بحر طویل نامه است به ظاهر منصور که در کتاب تاریخ تبرستان ثبت شده و از نظر شکل و وزن بحر طویل محسوب می شود طوری که قبلا اشاره نمودیم از بحر طویل در سرایش برخی از اشعار جدی و مرسیه ها نیز استفاده شده و شعرا احساسات و عواطف درونیشان را با سرایش این نوع ادبی بیان نمودهاند استاد احمد رفیقی نظرش در این مورد را چنین ابراز می نماید در تازیه ها و نوه سرایه های قدیم نیست، این شیوه از زمین محاورات و تقریرات به کار رفته است. هرچند بهره طویل را با تکرار اغلب افایل عروضی می توان ساخت، اما فعلاتون بیشتر در ساخت نوی و کار گرفته شده است. از این قالب ادبی نمونه زیبایی را برگزیده ایم که اینک شما ادب دوستان را به شنیدن آن فرا می خانیم. دوستان آمده هم باز که این دفتر ممتاز کنم باز و شوم قافیه پرداز و سخن را کنم آغاز به تسبیح خداوند تبارک و تعالی که غفور است و رحیم است صبور است و حلیم است رهوف است و کریم است کبیر است و عظیم است بسیر است و علیم است نصیر است و نعیم است قدیر است و قدیم است خدایی که بسی نعمت سرشار به ما آدمیان داده گوهرهای گران داده سر و صورت و جان داده تن و تاب و توان داده روح و روح و روان داده لب و گوش و دهان داده دل و چشم و زبان داده شکم داده و نان داده زعافات امان داده کمالات نهان داده هنرهای عیان داده و توفیق بیان داده و اینها پی آن داده که از شکر عطا و کرمش چشم نپوشیم و تکبر نفروشیم و از ساغر توحید بنوشیم و بکوشیم که تا از دل و جان شکر بگوییم انایات خداوند مبین را رادیوی ملی افغانستان صدای رسای همه افغان ها همکارم عبدالله فروتن حرف و سخنی دارد در مورد مجموعه شیری معجون رنگ تازه اثر شاعر خوب کشور احمد حنایش که یک جا با هم میشنویم معجون رنگ نام گزیده شعری عبدالعلیم ساقب مشهور به احمد حنایش است که شامل غزل، چهارپاره، ربائی و چند مصنوی می باشد. احمد حنایش از شاعران خوشقریه و خوشکلام در چند دهه پسین کشور است که با نشر نخستین مجموعه از اشعارش جایگاه خود را در میان شاعران معاصر کشور ثابت ساخته و اشعارش از عباد مختلف مورد توجه قرار گرفته است احمد حنایش از دوران کودکی با شعر و شاعری آشنا شده و در نوجوانی سرودن شعر را تجربه کرده است احمد حنایش در قالب های مختلف چون غزل، مصنوی، چارپاره، ربائی دوبیتی و شعر سپید شعر سوده است. بیشتر اشعار مجموعه شعری مجون رنگ به موضوعات آزادی، مهاجرت و پایداری اختصاص یافته است. او در سروده های خود توانسته است با نگاه شاعرانه و احساس لطیف پدیده های را به تصویر بکشد و با خیال پردازی شاعرانه انگیزه زیستن در دنیای ویژه خودش را ایجاد نماید در اشعار و سروده های احمد هنایش احساس و عاطف و قدرت آفرینشی او را به گونه روشن میتوان باز یافت دنیای تخیل و تصویرپردازی او در هنر شاعری شکوهمند است از این جهت وی را شاعر می توان انگاشت که توانسته است در گستره شعر امروز زبان دری برای خود جایگاه ویژه اختصاص دهد تعبیرهای فراهنجاری و شاخص این حقیقت بوده و در واقع گریز از این هنجارهای نظاممند زبانی است که شعر او را شکوهمند جلوه می دهد یکی از ابزارهای کاری هنایش در سروده هایش استفاده خیلی قشنگ از رنگها به منظور نمایش احساس و پیام وی است که این رنگها ها به گونه خیلی پر مفهوم و با معنا استفاده شده اند غم به رنگ شبنم سرخ است در صحرای دل نقش غم دادم شعر شعله بار خیش را در میان آرایه های ادبی که منجر به زیبایی کلام می شود هنایش در بکارگیری تشبیه های بکر و استفاده واجه های همگون دست بالای دارد این ویژگی را در بیت زیبای از او به تماشا می که گفته است با بحر سینه ساقب در آن کرانه عشق نشسته کشتی پندار از زلاله عشق از دیگر ویژگی های هنری اشعار انایش ساخت فعل های مرکب است که در سطح نحوی کلام نقش برازنده ایفا می کند بدل گفتم بگیرم تحفه از تار گیسویش حیا زنجیر می بافت به با دور مایه جانش بررسی اشعار احمد حنایش نشان می دهد که او از زبان هنری ادبی بهره خوبی برده و در استفاده از آرایه های ادبی و ابزار زیبای آفرینی زبان مهارت ویژه داشته و در این راستا رسالتمندانه عمل کرده است ضمن آرزوی موفقیت این شاعر خوب و زیبا بیان کشور خانش این مجموعه شیری را به دلبستگان شعر و علاقمندان مطالعه توصیه می نمائیم. <applause> اصطلاح نان و نمک در بین مردم ما و به ویژه ادبا و فرهنگیان مرسوم بوده و در موارد نگه داشتن حرمت صاحب خانه یا میزبان گاه گاه این اصطلاح و کار می رود. همکارم عبدالقادر آرزو پیرامون همین موضوع مطلب تهیه نموده است که اینک شما ادب دوستان را به شنیدن آن دعوت می نمایم. یکی از ویژگی های فرهنگی ما حفظ حرمت نان و نمک است در بین مردم ما مرسوم است که اگر کسی مهمان شخصی برای غذا گردد میگویند نان و نمک او را خورده است و به حرمت همان نان و نمکی که با او خورده است متعهد و ملزم به حفظ دوستی و وفای او می باشد در فرهنگ عرب نیز خوردن نان و نمک نشانه ایجاد روابط حسنه بین دو نفر است این اصطلاح گاه به صورت اشتباه آب و نمک هم به کار رفته ولی ناگفته نباید گذاشت که اصل این اصطلاح نان و نمک است زیرا نان و نمک که هر دو با حرف نون آغاز می شوند با هم همخانی داشته و زیبایی خاص به خود گرفته است و دیگر این که آب با نمک نسبت به نان همخانی خوب ندارد زیرا نان دارای نمک است و آب نوشیدنی را نمک نمیزنند نویسنده خوب کشور سرمحقق استاد شاه محمد مسلح در رابطه به کاربرد این اصطلاح در فرهنگ مردم ما چنین میگوید نان و نمک خوردن یا آب و نمک خوردن و نمکدان شکستن از اصطلاحات مسئله معمول و متداول اند که خدمتشان به دوردستهای تاریخی پیوند دارد از بعد معنایی نان خوردن و نمکدان شکستن یا حرمت نان و نمک نشناختن کنایه از حرامخوری ناسپاسی در مقابل احسان حرام نمکی نمکدان دزدیدن نظر بد به خانواده نمک دهنده داشتن کفران نعمت و حق نمک به جای آوردن است در فرهنگ مردم ما اگر کسی مهمان شخصی دیگری شود و در آنجا غذا بخورد میگویند که نان و نمک او را خورده است و به مناسبت متنعیم گشتن از کسی که با او نان و نمک خورده است متعهد و ملزم به حفظ دوستی و وفای او می باشد شاعر و نویسنده خوب کشور پوهنوال استاد احمد رفیقی در باب حفظ حرمت نان و نمک در فرهنگ مردم ما این گونه ابراز نظر می نماید حفظ و حرمت نان و نمک داشتن یکی از سنن معقول و جز از انعنات و رسوم و کلکلور زبان دری است مردم ما در خانه که نان و نمک خورده باشند و غذا خورده باشند و پاس نان و نمک هیچگاه در او خانه به چشم بعد نمی بینند و هیچ نوع خیانت به او خانواده نمی کنند. آن هم با پاس ای که دونجا آب و نمک کرده باشند و یا نان و نمک خورده باشند. ای جزه از فلکلور ماست و جزه از فرهنگ ماست که از نیاکان تای صده های پیشین به ما به میراث گذاشته شده است و کار بسیار معقول و خوبی هست. عده از مردم نمک ناشناسی و به توجهی به حرمت نان و نمک دوستان را خیلی مهم دانسته و همچون بیماری میدانند که در بین مردم شیوع یافته است استاد مسلح این ویژگی در میان مردم را چنین شرح می دهد برخی ها بدین با باورند که نمک امروز همچون یک بیماری مزمن در بین افراد جامعه شیوع پیدا کرده و آدم ها به این اصل اخلاقی و انسانی پشت پا می زنند. بسا دیده شده که دهی نمک میخورند نمکدان میشکنند و بعدش هم نمک میریزند روی زخمه های کسی که نمکش را خوردند اصطلاح نان و نمک در میان مردم ما همچون حق محسوب می شود و بدون شک چنین موضوع از تعالیم ملی و مذهبی مردم ناشی گردیده است مطابق این حق چنانچه کسی برای یک بار بر دسترخان کسی بنشیند و نان و نمک او را بخورد تا زنده است رعایت حرمت صاحب دسترخوان را بر خود واجب و هر گونه خیانت در برابر او را حرام می داند. استاد احمد شا رفیقی منشه اصطلاح نان و نمک که همچون حقی در فرهنگ مردم ما پنداشته می شود را با این گفته ها شرح می دهد. اگر کسی مهمان شخص شود می گویند که نان و نمک او را خورده است و با حرمت همان نان و نمک که با او خورده است متعهد و ملزم به حفظ دوستی و وفای او می باشد اصطلاح نان و نمک در میان مردم ما همچون حق محسوب می شود و بدون شک چنین موضوع از تعالیم ملی و مذهبی و دینی ما ناشی شده است این اصطلاح جوانمردی دو جانبه مهمان و صاحب خانه را حکایت می کند هر کسی به این حق به حرمتی و به کند در بین جامعه شخص منفور بوده و اعتبارش را از دست می دهد این خصلت نیک جامعه به مرور زمان بار معنایی بیشتری را به خود گرفته و در موارد چون جوانمردی، پاکتینتی، نجابت و بزرگی مورد استفاده قرار می گیرد. اصطلاح نان و نمک در شعر شاعران ما نیز انعکاس گسترده داشته و بزرگان شعر و ادب این اصطلاح را به وفرت در اشعار و سروده هایشان به کار بردند سرمحقق شاه محمد مسلح باستا به حفظ و حرمت نان و نمک در بیات از شاعران نکتسنج زبان دری را این گونه بیان می نماید شاعر نکتسنجی از نمک پروردگان خود با این زبان و سر می دهد از نمک نشناس ها آزار دیدن سخت نیست درد دارد خوردن زخم از نمک پرورده سخنور دیگر در یک قرینه با نمک از ناسپاسی و قدر بعضی از آدم های به احساس در روای زیر نمک نشناسی و ناسپاسی را چنین به تصویر می کشد. افتاده درختی که به خود می بالید از داغ تبر به خاک و خون می نالید گفتم چه کسی برای شهد زد گفتا آن کس که به زیر سایه ام می خوابید. گوینده مومنی هم باور دارد که زود گیرد نمکش دیده آن که او نان و نمک خورد رفت نان و نمکدان شکست یکی دیگری گوید نه هر قصاب ماهر می کند پوست نه هر نان و نمک خور می شود دوست استاد رفیقی هم در رابطه با باستاب این خصوصیت در شعر و ادب دری ابراز نظری دارد که یک جا با هم می شنویم سخنسرایان زبان فارسی در اشعار خود از نان و نمک بارها یاد کردند و پاس آب و نمک و یا نان و نمک را بر همه لازم دانستند ثنایی غزنوی در جای می فرماید عهدهای قدیم را یاد حق نان و نمک فرو مگذار فردوسی گفته مرا, مرا با تو نان و نمک خوردن است نشستن همان مهر پروردن است کاربرد این اصطلاح در تمامی دوره های شعر دری به ملاحظه رسیده و شاعران هر سامان به سهم خود بیان در این موضوع داشتهاند سلمان ساوجی شاعر معروف قرن هشتم هجری حق نان و نمک و بیحرمتی به نمکدان که کنایه از صاحب خانه است را در بیت بدینسان به تصویر کشیده است زود بگیرد نمک دیده آن کس که او نان و نمک خورد و رفت نان و نمکدان شکست او حدیدین حد محمد انوری شاعر معروف اواخر قرن پنجم و اوایل صده ششم هجری میگوید بلا و نان و نمک او که جهان نیست جز خون جگر یک شکم سیر نخورده است حکیم سعد الدین نزاری شاعر و سرودگر بزرگ صده هفتم در بیت به این موضوع اشارت نموده و چنین میگوید چونان پرورد این بازار باشد حق نان و نمک بسیار باشد مجله رادیویی نشریه ادبی، هنری، فرهنگی و اجتماعی با تازه ترین اخبار فرهنگی، گزارش ها، مطالب ادبی، شعر، تنز و داستان های دلنگی است. شنیدن این برنامه را ساعت 11 و 5 دقیقه روزهای جمعه و تکرار آن را یک شنبه شب ها ساعت دقیقه شب از رادیوی ملی افغانستان روی موج متوسط 1107 کلو و 105 اشور دو اف فراموش نکنید. پاداش نیکی عنوان داستان زیبا و آموزنده است از نویسنده خوب کشور جاوید درویش که اینک همکارم عبدالله فروتن تقدیم شما عزیزان می دارد. مادرم در آشپزخانه برای شب شوربا آماده می کرد عرض سلام کردم و طبق معمول رویم را بوسید و گفت پسرم امکان دارد نان را از نانوایی بیاوری؟ گفتم بله مادر جان در آخر کوچه ما نانوایی زنانه بود که به نام خاله یاد می شد و مادرم گاه گاه خمیر می کرد و آنجا می برد رفتم و به خال زلیخا سلام کردم چون مادرم معلم بود و خال زلیخا او را به نام معلم صاحب می شناخت گفت علیکم سلام بچی معلم صاحب از جایش کمی به عقب چرخید و پتنوس نان را برایم داد پول نان را دادم و از نانوایی خارج شدم چند قدم برداشته بودم که یکی از همسایه های ما به نام کاکامودیر از مقابلم می آمد سلام کردم و پتنوس نان را پیش نبودم کاکا جان بفرمایید نان گرم کاکا <مدیر>, مدیر پارچه از گوشه نان برداشت و دستی بر سرم کشید و گفت خیر ببینی قند کاکا باز چند قدمی نرفته بودم که پسر بزرگ قاری که دکتر دندان بود از مقابلم آمد باز هم سلام کردم و پتنوس نان را پیش نمودم ایشان هم پارچه از نان گرم را برداشت و در عوض از داخل پاکت میوه خیش یک دانه سیب برایم داد و باز هم برای ادامه دادم تا به دروازه خانه رسیدم حدود شش هفت بار این قضیه برایم اتفاق افتاد و دم دروازه متوجه شدم که از چهار قرص نان سه قرص آن باقی مانده است از شما چی پنهان کم بدنم داغ شد و احساس ترس برایم به وجود آمد آخر همیشه در صورت کارهای اشتباه از طرف پدرم تنبیه می شدم فکر کردم که باسم اشتباه مرتکب شدم و باید جواب بدهم رفتم داخل خانه و تمام جریان رو به مادر و پدرم گفتم و منتظر اطول عمل پدرم بودم ناگهان پدرم از جایش بلند شد و رویم را بوسید و گفت پسرم کار خوبی کردی داری همین است و دیگر این که همیشه برکت بهتر از حاصل است از این حرف پدرم شاید ده دقیقه نگذشته بود که دروازه حولی تک تک شد طبق معمول من رفتم و دروازه را باز کردم دیدم خلیل پسر همسایه در دیوار ما بود چند قرص در بین یک دسمال پیچیده شده را به من داد و گفت مادرم که چند روز پیش عملیات شده بود خالی کلانم دیدنش آمده بود و یک تبنگ نان خیرات آرده بود نان زیاد شد و مادرم این چند دانه نان را به شما روان کرد که حیف است خراب شود شنمده های عزیز این بود داشته ها و مطالب برنامه امروز تا فرصت دیگر که باز هم در خدمت قرار می گیریم شما عزیزان را با یک به همتا می سپاریم بقیه روزتان بخیر